خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه بچه ها. سلام 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 به همگی. خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدید به جلسه صفر تی ان تی امروزمون. سلام به همگی، سلام سلام، از شما هم قبول باشه. به به، بچه های دوره جامعه هم که اینجا هن. سلام به همگی، خیلی مخلصیم، امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها. خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که یه بار دیگه تو یه جلسه صفر دیگه با هم دیگه هستیم. این بار میخوایم عمیق‌تر، این بار میخوایم حرفه‌ای‌تر و تستی‌تر مطالب رو بررسی بکنیم. تو این جلسه بچه‌ها ما میخوایم TNT رو استارت بزنیم. TNT طرح نکته و تست کلاسینو هستش که میخوایم توش یه بار دیگه درسنامه رو مرور بکنیم، منتها سریع. اسمش هم میذاریم مرور سریع. کاری که شما قبل از هر مطالعه‌تون باید انجام بدید، یعنی باید یاد بگیرید که چیکار بکنید قبل از هر مطالعه‌تون، قبل از هر باری که حالا میخواید تشریحی تست بزنید، تشریحی بخونید یا تست بزنید، کلا باید یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربعی مرور سری داشته باشید. اگر این کارو بکنید آماده میشید برای تست زدن یا سوال تشریحی. اگر نه، یه دفعه‌ای وارد عرضم به حضور شما که سوال بشید، یه دفعه‌ای وارد تست بشید، ممکنه اون نتیجه رو نگیرید، کم کم انرژیتون کم بشه، انگیزتون کم بشه و به مشکل بر بخورید. پس ما اینجا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم مرور سریع انجام بدیم، بعد بریم سراغ تست و نکته و تست با همدیگه بزنیم. سلام به همگی، سلام مجدد. کتاب رو به صورت کلی و به صورت عرضم به حضور شما تستی و نموداری بله توضیح میدیم. سلام به همگی، سلام، مخلصیم همه بچه هایی که اومدن، خیلی خوش اومدید. دیگه فکر کنم شروع بکنیم. من یه چند تا نکته اول کار بگم. خب ما بچه ها جزوهی که الان شما میبینید جزوه نکته و تست عربی پایه هستش که به نظر من جلدش خیلی خوشگل و با کلاس شده و دم طراحش گرم. نکته و تست عربی پایه رو میخوایم شروع بکنیم که ما توی این جزوه، این روی پنلتون هست، این روی پنل بچه های صفر هم هسته، چون مخصوص جلسه صفر و یکه. بچه هایی که ثبت نام بکنن و تثبیت بشن جزوه کامل در اختیارشون قرار میگیره و حالا خودشون میتونن پرینت بگیرن یا میتونن از کلاسینو تهیه بکنن، از طریق ما تهیه بکنن، جزوه فیزیکیشو داشته باشن و هیچ مشکل و محدودیتی هم نیست و لزومی هم نیستش که از ما، خودشون هم بتونن میتونن تهیه بکنن. بچه من قبل از اینکه کارو شروع بکنم یه نکته بگم. حرف من اینه، توی هر سطحی هستید. خب الان شما بچه های قوی داریم، دانش آموزایی که حالا بودن تو کلاس ما، دوره جامعه بودن، دانش آموزایی که یه دفعه استوری منو دیدن یا کلاس اینو رو دیدن، گفتم بیایم حالا بریم نگاه بندازیم ببینیم چی میشه، شاید خدا رو چه دیدی، شاید یه اتفاقی افتاد این وسط. کسایی هم هستن که نه، از دو سه ماه پیش ثبت نام کردن که خیلی‌ها اینجوریان و بله، کسایی هم اصلا که تازه اومدن. همه جور دانش آموز ما اینجا داریم، قوی، ضعیف، متوسط. نکته ای که من میخوام بهتون بگم قبل از اینکه کار شروع بکنیم، مخصوصا توی تست دادن، اینی که بچه ها اگر رابطه تمرینتون از این جلسه تا جلسه بعد قطع بشه، یعنی اگر ما اینجا یه کارهایی انجام میدیم، حالا تست میزنیم، نکته میگیم و تون تون میریم جلو، همه نکات رو میگیم، تا جلسه بعد اگر خودت کاری نکنی، فقط بیای روزای دوشنبه ساعت 4:30 بیای اینجا بشینی، اتفاق خاصی توی درس عربیت و درسای دیگه‌ت نمیفته. چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که اگر با من زاویه بگیری، اگر کاری که من انجام میدم یا بهت میگم انجام بده رو انجام ندی، مشاورت بهت میگه انجام بده انجام ندی، فقط با نگاه کردن، این حرف همیشگی منه، فقط با نگاه کردن کسی فوتبالیست نمیشه، فقط با نگاه کردن کسی درس خون نمیشه، فقط با نگاه کردن کسی موزیسین نمیشه. باید خودکار رو ورداری تست حل بکنی، باید خودکار رو ورداری بنویسی حل بکنی. اگر این کارو کردی با من اومدی جلو، قطعا یه جایی به مشکل میخوری،
نمیفهمی، مشکلی هم نیست. خود منم ممکنه یه تست رو بخونم، یه سوال رو بخونم، بار اول متوجه نشم، بار دوم بخونم. تو هم متوجه نمیشی، اما انگیزه تو از دست نده. راه ارتباطی براتون گذاشتیم، رفع اشکال براتون گذاشتیم. حرف من اینه، باید کار بکنیم. کسی میتونه توی TNT نتیجه بگیره که کار بکنه. فقط اگر اومدی اینجا نگاه بکنی اشتباه اومدی. با نگاه کردن اتفاقی نمیفته. من اینجا تستو برات حل میکنم، تو هم میگی چقدر خوب بود، اوکی، گزینه 1، گزینه 2، گزینه 3. میگذره، ساعت 6 میشه، تمام میشه. دوشنبه هفته بعد دوباره میای، همین دوباره اتفاق میفته. دوباره دوشنبه بعد همین اتفاق. اتفاق خاصی تو زندگی تو نمیفته. من دارم تستو حل میکنم. تو باید دوشنبه که تموم شد بری بشینی پشت میزت، شروع کنی تست حل کردن، شروع کنی کار کردن. حواست هم فقط به خودت باشه. رفیقت اگه اومد گفت نه بابا تو که ضعیفی، و تست چیه، نمونه دولتی چیه، و تیسوچان چیه، حالا داری میری مدرسه رو، نه. فقط متمرکز روی هدف خودت باشی، به هیچ کس گوش ندی و فقط اون چیزی که میبینی جلوت باشه، اون رؤیایی که جلوی چشت هست، فقط اون باید به تو انگیزه بده. پس تمرین، تکرار و هماهنگی و همراهی با من رو باید داشته باشید. خب سلام به همه اونایی که تازه اومدن. من توضیح میدم درباره تعداد جلسات، همه اینا میگم. خیلی خوش اومدید، دمتون گرم. بچه اینجا چی گفتیم؟ گفتیم میدونید چطور باید تست بزنیم؟ یعنی مراحل رسیدن به تست. آقا من میخوام تست بزنم، تا الان هم تست نزدم، فقط خوندم رفتم 19, 20, 17, 18، حالا یه نمره گرفتم توی چجوری تست بزنم. بچه ها تست زدن 4 مرحله داره. اولین مرحله توی عربی اینه، خواندن لغت به علاوه ترجمه به علاوه درسنامه. مرحله 1. اگر لغت بلد نباشی، اگر درسنامه رو مسلط نباشی، فعل ماضی رو بلد نباشی صرف کنی و چیزای دیگه، اگر ترجمه درس تو، ترجمه عبارات رو بلد نباشی، مطمئن باش همون اولش میمونی. بچه‌ها من یه چیز بهتون بگم، همین الان بهتون بگم، با جنگولک بازی و تکنیک فقط صرف ما نمیتونیم تست بزنیم. ما اول باید سواد داشته باشیم، اول باید درس رو بفهمید، بعد من بیام بهتون تکنیک یاد بدم، بگم آقا اینو بلدی، حالا با تکنیک میتونی سریعتر به جواب برسی. ما نمیخوایم اینجا شو کنیم، نمیخوایم سر شما رو شیره بمالیم. بچه ها میخوایم یاد بگیرید با سواد بتونید تست بزنید، هم امسال به اون چیزی که میخوای برسی، تیسوشان میخوای بری، نمونه دولتی میخوای بری، هر چیز، هم سال دهمت، یازدهمت و دوازدهمت. بعد از این که این مرحله اتفاق افتاد، انجامش دادی، باید چی کار بکنی؟ برسی به این توانایی حل تشریحی. مرحله دوم اینه، قبل از این که وارد تست بشی، رفیق، داداش، خواهر، باید بتونی تشریح حل بکنی. تشریحی یعنی چی؟ یعنی یک سوال رو بتونی 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه طولم کشید عیب نداره، بتونی حل بکنی، به جواب برسی. اوکی؟ زمانش مهم نیست. وقتی که تونستی تشریحی حل بکنی، از هر 10 تا سوال 7 تا 8 تاشو درست حل کردی، راندمانت بالای 70-80% بود، بیای سراغ چی؟ تست زدن به علاوه تکنیک. مرحله سومه. یه دفعه ای نمیشه بیای سراغ تست زدن. اول باید سواد داشته باشی، درسنامه لغت داشته باشی، بعد نمونه سوال تشریحی حل بکنی، بعد بیای سراغ تست زدن. یه دفعه ای بیای سراغ تست زدن، با تست تصادف میکنی، کپ میکنی و انگیزت از بین میره، شکست عربی میخوری و هیچ. مرحله بعدم داره، تموم شد تست بزنیم. مرحله آخر و مهمترین مرحله، تمرین و تکرار. داداش تو مسی هم باشی، مسی هم باشی، 5 تا توپ طلا هم داشته باشی، برای اینکه تو اوج بمونی، برای اینکه راندمانت حفظ بشه، باید صبح بعد از ظهر تمرین بکنی.
کریستیانو رونالدو هم باشی باید صبح بعد از ظهر تمرین بکنی، وگرنه کم کم فید میشی. تموم شد رفت. تو رسیدی به تست زدن، فهمیدی 10 تا تست زدی 8 تاشو درست زدی، 9 تا نه همه رو درست زدی. اگر ول کنی تو که هیچی، منم همینم. منم اگر ول کنم یه ما تست نزنم دو ما تست نزنم کم کم یادم میره. شما داری تنیس روی میز بازی میکنی یا نه یه سازی داری میزنی، موسیقی کار میکنی، ویالون میزنی، 3 ماه ویالون نزن اصلا این آرشه رو اشتباه میگیری دستت، نمیتونی نوتو در بیاری. چرا؟ به خاطر اینکه تمرین و تکراره که تو رو تو اوج نگه میداره. پس برای تست زدن این 4 تا مرحله رو داشته. بچه ها الان تو چت چیزی ننویسید، تو چت سوال ننویسید، به موقعش میدیم سوالاتون هم جواب میدیم. خب حالا توی عربی چه نوع سوالاتی داریم، چه نوع تستایی داریم؟ این که میگم بچه‌ها هم برای شما نهمی هست، هم برای کسایی هم هستن اینجا بچه‌ها دهمی هم داریم، یازدهمی هم داریم، دوازدهمی هم داریم. اگر این اتفاق افتاد، من اومدم خواستم عربی رو بشناسم، چه سوالاتی، چه تیپ تستایی توی عربی داریم و چه جوری باید بررسی بکنیم؟ بچه‌ها عربی رو شما میدونید، منم میدونم، دیگه اینو همه میدونن که درس عربی به دو بخش تقسیم میشه. چی؟ آفرین، ترجمه، قواعد. درسته؟ ترجمه و قواعد. ترجمه خودش چند نوع سوال هستش؟ لغت، معنی لغت، تعریف لغت، متضاد مترادف، جمع مکسر، توی این مایا این میشه لغت. تو باید لغت رو حفظ باش، اینا حفظ کردنی. این با کیه لغت؟ این به من ربطی نداره، هیچ تکنیکی هم نداره، من نمیتونم بهت لغت رو آپلود کنم توی مغزت، باید خودت حفظ کنی. لغت با کیه؟ با خودت. ترجمه تکنیکی، ترجمه تکنیکی یعنی چی؟ یعنی یه ذره قواعد توی ترجمه قاطی شده، درست؟ ترجمه تکنیکال یا ترجمه قواعد محور که مخصوصا تو این سالهای اخیر اینجوری شده بیشتر. این با کیه؟ این با خودت؟ نه، این با ماست. اینو ما تو TNT براتون در میاریم، یعنی ترجمه تکنیکال رو با ما یاد میگیری. TNT ترجمه تکنیکال. دیگه چی؟ درک مطلب. درک مطلب یعنی چی؟ ممکنه یه متنی بهت بدن، حالا توی امتحان تشریحی بدن یا توی تست بدن، بچه‌ی دهم یا دهم دوازدهم هر جایی یه متنی بهت بدن، ازش سوال بپرسن، بگن آقا این متن رو بخون، حالا مثلا علی چی کار کرد اینجا، درباره علی درست کدومه، کدوم غلطه، ازش سوال بپرسن. این با کیه؟ این درک مطلب هم با خودت. چرا؟ اینم تکنیک نداره، این فقط نیازمند لغت هستش، لغت بخونی، لغت که بلد باشی متن رو میفهمی، متن رو که بفهمی هر سوالی ازت بپرسن جواب میدی. فقط کاری که من میتونم بهت بکنم مشاوره بدم، بگم آقا اینجوری متن رو بخونی بهتره، باز اونم قطعی نیست، یه متن اون درست میشه، یه متن با اون حرفی که من میزنم ممکنه مصداقش نباشه. مهارت باید پیدا بکنی. اینم از این کلیت ترجمه ایناست، درباره لغت، ترجمه تکنیکی و درک مطلب. این که میگم لغت بچه توش خودش ترجمه ممکنه عبارت هم باشه، درست و صحیح غلط رو پیدا کردن و چیزهای مختلف هم ممکنه باشه. اما قواعد چیه؟ قواعد بچه ها خب نمونه سوالات مختلفی هستش دیگه، مخصوصا تو حالا بچه های عربی پایی که میخوایم کار کنیم باشون، سوالات مختلفی هستش، ترکیب وصفی اضافی هستش، فعل هستش، ضمایر، اسم اشاره، ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی نقلی، ساعت شماری و چیزای دیگه، ضمایر، همه اینا هستش. این با کیه؟ اینم با ماست. پس ما اینجا میخواییم با شما ترجمه تکنیکی رو کار بکنیم و قواعد رو. و جزوه‌ای هم که الان روی پنلتون هست، جزوه‌ای که میبینید هم توش قواعد هستش، درسنامه اومده بعد تست قواعد هستش، هم ترجمه هستش، تست ترجمه هستش که با هم دیگه نارو میخواییم بریم جلو و کار کنیم.
اینم از این. یکی از بچه‌ها پرسیده، حالا من نمیدونم چند تا توپ طلا دارید، این مسی هم مثال زدم دیگه، مرسی که اینقدر تو حاشیه اید. گفته آقا اگر حل تشریحی رو نتونه چجوری وارد تست بشه؟ من میگم وارد تست نشه، اول اونو درست کنه. چرا؟ چون میای 10 تا تست میزنی 9 تاش غلطه، هی نمیرسی دیگه، به جواب نمیرسی، بعد دیگه از تست زده میشی، از عربی کم کم زده میشی، میشی همین دانش آموزای 12 من 11 من که الان به زور باید دوباره بهشون یاد بدم. چرا؟ چون قبلا خوب کار نکردن، با انگیزه نیومدن. چرا؟ کلاس ما اینجا 6 جلسه است، این جلسه اولشه، دیگه بعد از این توضیحات میریم توی کار، میریم تست رو شروع میکنیم، درس شماره شروع میکنیم و یک طرح درس کامل داریم، کتاب بهتون معرفی میکنیم، کتاب کار تستی بهتون معرفی میکنیم که داشته باشید و با اون بانک تستش کار بکنید. حتما باید از روی کتاب تست بزنید، گفتم با نگاه کردن اتفاقی نمیفته. چجوری تقویت بکنید تشریحی رو؟ باید کار بکنید، باید سوال تشریحی حل بکنید. اگر سوال تشریحی حل بکنید آروم 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 راه میفتید. چرا؟ چون توی تشریحی شما زمان دارید، یا آقا من 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه وقت دارم این سوال، فکر میکنم روش، میپرسم از رفیقم از معلمم میپرسم، وقت دارم دیگه، اون تایمه برات مهم نیست. ولی تست دیگه فاکتور تایم وارد بازی میشه. لغت یادم میره چیکار بکنم؟ منم یادم میره بچه، توی بازه های نزدیک دورتر دورتر و دورتر باید تکرار بکنید لغت ها رو که این ثبت بشه تو ذهنتون، با تکرار لغت یادتون میمونه. با خوندن کتاب، بله با خوندن کتاب تشریحتون قوی میشه، منتها به شرطی که تمرین حل کنید، نه که بخونی معنیشو بفهمی یا بخونی جوابشو نگاه بکنی، نه خودت حل بکنی بعد بری تحلیل کنی، اینجوری حالا تشریحت خوب میشه. خب بریم کار شروع بکنیم، میخوایم کار شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرور سریع قواعد درس یک عربی نهم، که خود درس یک عربی نهم چیه؟ مرور هفتم هشتمه، برگشت به هفتم هشتمه. بچه ها از بسم الله میخواییم بگیم، از بسم الله هر اون چیزی که نیازته اینجا من بهت میگم. بریم شروع بکنیم. اولین چیزی که باش روبرو میشیم بچه ها اقسام کلمه است. ما باید بدونیم چند نوع کلمه داریم. خوب دقت کن، حواست به من باشه اینجا، کامل حواست به من باشه، این جزوه توی پنلت هستش. فعلا هم که فیزیکیشو نداری دیگه، جزوه پرینت شدهشو نداری، پس اینجا حواست به من باشه. میگیم آقا اقسام کلمه، چند نوع کلمه داریم؟ کلمه یا اسم یا فعل، بگو، یا حرف. کلمه چی هست؟ اسم، فعل، حرف. بگو اسم، فعل، حرف. بگو اسم، فعل، حرف. بگو اسم، فعل، حرف. درست؟ اگر یه کلمه قرار باشه اسم باشه، ویژگیاش چیه؟ میگه کلمه ایست که معنی کسی یا کسانی یا چیزی یا چیزهایی میده، معنیش یه به یه کسی، یه فردیه یا چیزیه، انجام کار توش نداره و معنی مستقلم داره. ضمناً گرفتن ال، اگر ال داشته باشه مثل ال کتاب، تنوین ان ان اون داشته باشه مثل کتابون، طالبن، طالبن، یا تای تانیس داشته باشه آخرش، تگرد داشته باشه، یا الف و همزه آخرش داشته باشه، یا مجرور شدن. بچه ها مجرور شدن یعنی چی؟ یعنی تو دوره جامعه گفتیم یعنی او ان داشته باشه آخرش، از نشانه های اصلی اسم هستن. پس یه کلمه من دیدم میرم ترجمه میکنم، اگر ترجمهشو بلد بودم میبینم آقا به کسی یا چیزی یا کسان یا چیزهایی اگر دلالت بکنه میشه اسم، اگر نه معنیشو بلد نبودم از ال داشتن، تنوین داشتن، تایتانیست و چیزهای دیگه استفاده میکنم که بفهمم اسمه. بچه ها اسمو خیلی از دوازدهمی هم نمیتونه تشخیص بدن، اگر الان خوب یاد نگیری اون موقع کلات پس معرکه است. میشه بی زحمت حسین جان چتو ببندی که بچه‌ها حواسشون باشه. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید، دم همتون گرم، مرسی از ابراز محبتتون، چاکرین. خب میگه دقت کنید، همه انواع ضمیرها جانشین اسم هستن. ضمیر چی بود؟ به جای اسم میومد و از تکرار اون جلوگیری میکرد، پس در دسته اسم ها محسوب میشوند. ضمناً نکته رو ببین، از همین 1000 تومن تست دیدم، کلی تست هستش، کلی نکته است. نگاه کن، میگه ال
و تنوین در یک اسم هیچگاه با هم نمیان، چون ماهیتاً دو چیز متضادن. بچه ها ال نشانه شناخته بودنه، شناخته شده بودنه. تنوین معمولاً نشانه ناشناخته بودنه. دو تا چیز متضادن، اینا کنار هم دیگه نمیان. این از اسم. بریم سراغ فعل. همونطور که میبینید مرور سریعه، لفتش نمیدین، تو هم لفتش نمیدی، سریع تون تون بخون مرور بشه، ثبت بشه، برو سراغ تست. انجام گرفتن کاری رو فعل در زمان مشخصی برای شخص خاصی بیان میکنه. یعنی اگر از فعل بپرسم کی کی چی کار جواب داره به من بده. اگر معنیشو بلد بودی که هیچ، نوش جونت. اما اگر معنیشو بلد نبودی، یه سری نشانهای ظاهری هم بهت گفتم. اگر قد بیاد، ما بیاد، لن بیاد، ان، س، سوف، لم، لما قبل از کلمه بیاد فعله. بریم ضمایر ت، توماتون، ت، توماتون، نه و تو آخر کلمه بیاد فعله، چون اینا فقط به فعل میچسبن. ت ساکندار پایان کلمه نشانه مؤنث بودن هم هستش. میگه آقا این ت ساکندار اگر دیدی روش ساکن داشت فعله و نشانه مؤنث بودن هم هستش. مجزوم شدن کجا خوندیم؟ درس 3 و 4 و 5 و 6 فعل امر و نهی، اونجا خوندیم. میگه آقا اگر یه کلمه دیدی مجزوم شده، یعنی ساکندار شده، اون موقع چیه؟ اون فعله. آخرش اگر دیدی ساکندار، اون فعله. حروف مزارعه ت، ی، نون، الف، تینا قبل از ریشه اگر دیدی فعله. یه سری کلمه ما داریم انجام کارو میگن، منتها زمان و شخص نداره. مثل رفتن، مثل آمدن، مثل بردن، خوردن، نوشتن، نشستن. به اینا میگیم چی؟ آفرین، مصدر. به اینا میگیم مصدر. بچه ها مصدرها میگه کلماتی از زیر مجموعه اسم هستن که فقط انجام کار رو بیان میکنن. مثلا ذهاب میشه رفتن. پیش خودت نگی ذهاب تو مایای فعل پس فعلا، رجوع و برگشتن، جلوس، نشستن، درسته؟ مثلا تعلیم یاد دادن، تعلم یاد گرفتن، اینا چیه؟ اینا مصدرن. مصدرها از زیر مجموعه اسمن، چون شبیه فعلا اینجا آوردم. حرف چی بود؟ کلمه ایست که به تنهایی معنی مستقل نداره، مثل الا، به سوی، به سمت، درسته؟ توی جزوت اگر نگاه کنی یه جایی برای یادداشت گذاشتم. این یادداشت برای جاییه که ممکنه سوال برات پیش بیاد، یا نه من یه نکته میگم اونجا بنویسی تو جزوت باشه، همونجا تنور داغه بچسبونیم. خب میخوایم اسم رو از نظر تعداد بررسی بکنیم. بررسی اسم از نظر تعداد. بچه ها اسم از نظر تعداد مفرد، مثنا و جمع. کلمه چی بود؟ اسم، فعل، حرف. بگو اسم، فعل، حرف. خود اسم از نظر تعداد چند نفرن؟ به 1, 2, 3 و بالاتر، مفرد، مثنا و جمع تقسیم میشه. مفرد اسمی است که به یک چیز یا یک نفر اشاره داره و نشانه هم نداره. بچه‌ها مفرد نشانه نداره، اسم مفرد نشانه نداره. خب از کجا بفهمیم اسمی مفرده؟ میگم آقا هم از معنیش میتونی، معنیش هم بلد نبودی باز ناامید نشو. چجوری؟ میای میگی که آقا اسمی که مثنا یا جمع نباشد مفرده. پس بریم مثنا و جمع رو یاد بگیریم، یا بهتر بگم مرور بکنیم. اسمی که به دو چیز یا دو نفر اشاره دارد، نشانش آنه عینه هستش. چجوری تشخیصش میدم؟ مفرد کلمه به علاوه آنه یا عینه. نکته یعنی چی؟ یعنی اگر آنه و عینه رو ورداشتی، مفرد کلمه صحیح و سالم باقی بمونه که اذیتت بخوام بکنن. یه مثلا کلمای مفردی به تو میدن که آخرش آنه داره، مثل چی؟ مثل کفران. کفران مصدره، میشه کفر کردن، پوشاندن. کفر یعنی پوشاندن. یا مثلا عدوان میشه دشمنی. آنه داره، ولی اگر آنه رو برداری مفردش صحیح و سالم باقی نمونه. حواست به این باشه. جمع چیه؟ اسمی است که به بیش از دو چیز یا بیش از دو نفر اشاره داره، بالاتر از دو تا بی نهایت، به شکل‌های زیره. بچه‌ها جمع سالم داریم، جمع مکسر داریم. جمع سالم خودش دو نوعه، مذکر سالم، مؤنث سالم. مذکر سالم همونیه که به شوخی و اینا میگن که جمع مذکر سالم وجود نداره. میگه آقا نشانش اونه و اینه است. چه جوری؟ مفرد مذکر به علاوه اونه یا اینه. اگر اونه و اینه رو برداشتن، باید مفردش صحیح و سالم باقی بمونه. مثل مسلمونه، اونا رو بردار مسلم میمونه. مؤمنین، المؤمنین، اینا رو بردار، المؤمن باقی میمونه.
جمع مؤنث سالم نشانش الف و ت چجوری ساخته میشه؟ مفرد مؤنث مثلا معلمت، منهای تای تانیز تایشو بردار میشه معلم، یه الف و ت بزن تنگش میشه چی؟ معلمات. خب پس برای تشخیصش من باید چیکار بکنم؟ اگر این عملیاتو برعکس انجام دادم باید چی بشه؟ باید چی بشه؟ آفرین، باید مفرد سعی و سالم باقی بمونه. یعنی مثلا مؤمنات اگر داشتم الف و ته رو بر میدارم یه تا تنیس میذارم سر جاش، چون ورش داشته بودم دیگه، میشه مؤمنت. جمع مکسر جمعیست که نشانه ای ندارد. بچه مکسر یعنی شکسته شده، تکسیر یعنی شکستن، درسته؟ تکسیر با سینا یعنی شکستن، از کسر میاد، کسر یعنی کلن شکستن، درسته؟ میگیم آقا یه جمعیه که ظاهرش و ساختارش شکسته شده و بیقاعده و حفظ کردنیه. اصلا چرا به اینا میگفتیم جمع سالم؟ به خاطر اینکه ساختار مفرد نمیشکنه، از بین نمیره، سالمه، منتها اینجا اینو میزنن میشکوننش، درسته؟ مثلا بیت میشه بیوت، کتاب میشه کتب، رجل میشه ارجل، رجل میشه رجال. ببین ساختار مفرد از بین میره. حالا چجوری بفهمیم، چجوری تشخیص بدیم؟ همتون بلدید برای تشخیص جمع سالم، حالا مذکر یا مؤنث یا مثنا، آن و عینه، از کلمات مشکوک یه کلمه مشکوک پیدا کردی، میخوای ببینی جمع سالم مثنا چیه، میگه آقا نشانه های جمع و مثنا اینا رو بردار، حذف کن، اونه، اینه، آنه، الف و ت، هر چی داره بردار. اگر مفرد کلمه به طور سالم باقی مان، جمع مذکر سالم یا مؤنث یا مثنا، وگرنه جمع مکسر. مثال بزنیم، مثلا مساکین ای نداره، معروف ترین رو گفتم دیگه برای اینکه ارتباط بگیرید، مساکین ای نداره، تو ذهن تصور کن مساکین، من میخوام اینم این جمع سالمی یا مکسر، میگم اینا رو بردار، چی میمونه؟ مساک میمونه، مساک ما نداریم، باید مسکین بمونه، درسته؟ اما مثلا یه کلمه این مثل چه میدونم، مثلا تلمیزت عینه، عینه رو بردار، تلمیزت میمونه، پس میشه مثنا. این که هیچ، اون چیزایی که کارمو سخت میکنه اینجاست بچه، این باکس بسیار مهمه، میگه حواستون به مشابهت‌های خطرناک باشه. یه سری جمع مکسر داریم آخرشون ای ندارن، پس اینا چی هن؟ جمع مکسره، میادین، بساتین، موازین، مجانین، سلاطین، شیاطین، مساکین، قوانین، اینا همشون آخرشون ای ندارن، یعنی مشکوک به جمع مذکر سالم هم ولی مکسر. یه سری جمع مکسر داریم آخرشون اونه و آنه داره، مثل قرون، فنون، قصون، بلدان، فتیان، جیران، قزلان، اخوان، ادیان. اینا چی هن؟ اینا مثل جمع سالم و مثنا هستن، آنه و اونه دارن، ولی اگر آنه و اونه رو ورداری مفردش نمونه، پس اینا چی هن؟ جمع مکسرن. مثلا قرون جمع قرنه، فنون فنه. کلماتی که بر وزن فعلان هستن مفردن، بر وزن چی؟ فعلان، مثل جوان، مثل فرحان، خوشحالی، جوان، گشنگی، غضبان، عصبانیت، عطشان، تشنگی، رحمان، بخشندگی. مصدرهایی که شبیه مثنا هم ولی مفرد هستن، کفران. کفران چیه؟ کفران بچه ها آنه داره ولی مثنا نیست، دوتا کفر نیست، کفران یعنی کفر کردن، درسته؟ یا عدوان، غلیان، جولان، الاخر. کلمات مشکوک به جمع، برتین همون پروتئین خودمونه، اون اینه منو گول نمیزنه، و بقیه جمعای مکسری که الف و ته دارن آخرشون، اینا مکسرن، الف و ته دارن، اسوات، اوقات، اموات، ابیات. مثلا اموات، مثلا ابیات، بچه ابیات میشه بیت ها، الف و ته شو برداری ابی میمونه، بیت نمیمونه، پس جمع مکسر. مصدرهایی که بر وزن مفاعات هستن، اینا از لحاظ شنیداری ممکنه تو رو گول بزنن، آخرشون الف و ته دارن، مثلا مساوات، معلمت میگه مساوات چیه؟ میگه مساوات خب آخرش الف و ت داره، برداریم مساوات، یه تا تنیس هم بذاریم میشه مساوات، خب اینو میگیریم جمع مؤنث سالم. میگم نه، مساوات میشه برابری، مصدر هستن، مصدرها مفردن. یه سری اسمای مفرد مشکوک به جمع مؤنث سالم داریم، مثلا نبات، گیاه، میقات، ممات، مرآت، مشکات، اینا آخرشون الف و ت دارن ولی مفردن، مصدرم نیستن ولی مفردن. خب
بچه ها میگه اگر فعلان دیدی مفرده، مثل فرحان. ببین بر وزن فعلان دیدی مفرده، اما فعلان، فعلان مثناه. پس فرحان میشه خوشحال، فرحان میشه دوتا خوشحال. تموم شد رفت، مرور سریه، لفتش نمیدین. همه مصدرها مفردن. اگر یه کلمه مطمئن شدی مصدره، یعنی فقط انجام کار رو بیان میکرد، مثل نشستن، رفتن، آمدن، بردن، خوردن، چیان اینا مفرد. روابط درون خانوادگی اینجا برات آوردم، حتما خودت بخون، وقتمون کمه، حتما خودت بخون، چیز خاصی نیست. اینا رو باید بلد باشی. توی تست، توی سوال حواست باشه که کدوم اومده، اخت اومده، اختانه اومده، اخوان اومده، اخوان اومده، اینا چی هستن. اسم از نظر تعداد مرور شد، بررسی شد، یادآوری شد. اسم از نظر جنسیت، بچه ها جنسیت اسم دوتاست، مذکر مؤنث، همه بلدید. فقط حواستون به مؤنث معنوی باشه. مؤنث ظاهری چیه؟ اسمیست که نشانه تای تانیث داره. معلمت، مدینت، رس فاطمت، مکتبت، تای تانیث داره، مدرست، اینا میشن مؤنث ظاهری. مؤنث معنوی چیه؟ اولا بهت بگم مؤنث معنوی مستقیم ازش سوال توی امتحان تشریحی اینا نمیاد، ولی توی تست و اینا ممکنه اون لالوها یه جایی ببینیش. چیو؟ مؤنث معنوی. مؤنث معنوی در ظاهر مذکرن، یعنی تا تانیث و اینا ندارن، ولی در باطن و کاربرد چیان؟ مؤنثن. خب چیان؟ اسم شهرها و کشورها و قاره ها، اینا مؤنث حساب میشن. الان تست میزنیم. اسم خانوم ها که دارای تای تانیث نیستن، مریم، زینب، سارا، نرجس، خب اینا مؤنثن دیگه، تای تانیث ندارن ولی مؤنثن. عنوان های مخصوص جنس مؤنث، بنت، دختر، اخت، خواهر، ام، مادر، اینا مؤنث معنوی ان. برخی اعضای دوگانه بدن، عین، چشم، ید، دست، رج، بقیه‌اش هم هستش، اینا رو بخون. اینا اعضای دوگانه بدن، ببین عین تای تانیث نداره چیه، ولی مؤنثه. اگر بخوام براش ضمیر به کار ببرم، فعل به کار ببرم، صفت بخوام به کار ببرم، چی؟ باید مؤنث به کار ببرم. و پنج، مؤنث‌های شنیداری و حفظ کردنی. یه سری کلمات هستن باید حفظ باشی. نار، دار، روح، ریح، شمس، ارض، حرب، بئر، قوس، عصا، کأس، یمین، شمال، نفس، فأس و جهنم. اونایی هم که معنیشو ممکنه بلد نباشی برات نوشتم. یه سری دیگه مؤنث داریم که یه جورایی بیشتر بدانید بچه‌ها، یعنی معمولا ازش سوال نمیاد ولی بدونیم، جای دوری نمیره که. میگه آقا اگر آخر یه کلمه ای آ داشت، یا یه ای که آ خونده میشه، مثل کبرا، مثل صغرا، درسته؟ مثل اعلا، حتی اعلا نه، اعلا نه، چرا؟ حالا یه شرطی داره اینجا گفتم. و الف و همزه، شرط این زائده است. اگر الف یا همون یهی که آخونده میشه، یا الف و همزه، الف مقصوره، الف ممدوده، اگر زائد باشن در آخر اسم، هم اینا نشانهای مؤنثن. یعنی اگر خودمونیش، کوچه بازاریش این میشه، اگر آخر یه کلمه ای اینا رو دیدی و زائد بودن، میشه مؤنث. آقا سوال، زائد یعنی چی؟ آوردم بلد. زائد یعنی جزو ریشه اسم یا سرفصلی نباشن. خب از کجا بفهمیم؟ میگم آقا ورش دار، اون الف و همزه رو وردار، ببین چی میمونه. اگر ریشه درست مون، سعی و سالم مون، اسم خراب نشد، میشه چی؟ میشه زائد، یعنی اضافه بوده، پس اون میشه مؤنث. اما اگر ورداشتی، مثل ما، الف و همزه داره، الف و همزه رو وردی، م میمونه، این اشتباه شده، یعنی چی؟ یعنی ناقص کرده، بعد بذار سرجشین مال خودشه، زائد نیست. ولی مثلا آشورا، الف و همزه رو وردار، چی میمونه؟ آشور میمونه، اینجا چیه؟ مؤنث. خب مؤنث رو یاد گرفتیم، مرور کردیم. مذکر چیه؟ اسمی که مؤنث نباشه. تمام. مذکر رو خاصی بفهمی باید مؤنث رو بلد بشی، باید مؤنث رو بفهمی. اگر مؤنث رو فهمیدی میتونی مذکر هم تشخیص بدی، درسته؟ این است. چند تا نکته نابی، این سه تا نکته خیلی خفنن، ساده سا منتها خیلی پرکار برده. اولیش، برای تعیین مذکر یا مؤنث بودن یک اسم جمع، همین امروز چند تا سوال داشتیم، بچه ها توی دایرکت و این برنامه سوال پرسیده بودن. اگر جمع بود خواستی مذکر یا مؤنث بودنشو بررسی کنی، مفردشو در نظر بگیر. مثلا حقائق،
حقایق مذکر مؤنث میگه آقا اصلا باعث شلوغش نکن، حقایق حقیقته، درسته؟ حقایق مفردش حقیقته، خود حقایق ظاهرش مذکره ولی حقیقت مؤنثه، پس حقایق مؤنث حساب میشه، تموم شد. برعکسش هم هستا، زیاد مثال است. نکته بعدی، یه جمع مکثر دیدی تا تأنیث داشت حتما مذکره. اگر یه جمع مکثر دیدی مثلا ائمت، مثلا طلبت، عملت، اخوت، اخوت خیلی پرکار برده. اگر تا تأنیث داشت مثلا اخوت حتما مذکره. اخوت چیه؟ اخوت جمع اخه، اخوت جمع اخه، مذکره. نکته بعدی، هر اسم مفردی که به ت ختم شود از این تا حتما مذکره. حتما مذکره یعنی چی میخواد بگه؟ خودمونیش اینه که تا تأنیث ت گرد نشانه مؤنث بودنه، نه این تا. رسیدیم به تست. حسین جان چت رو باز کن، تست 88 سری میخوام بتره کنید ها، کسی نگاه نکنه. تست 88 بودو بیدن، بودو بودو بودو. تست 88 این ما فیه جمع اون سالم و لل مؤنث. آسونه، چند تا دستگرمی بزنیم همه. گفته توش هست، ما فیه یعنی توش هست. سوالاتون آخر کلاس بپرسید. مرسی مرسی همه همه، کسی نگاه نکنه، همه بفرستید، گزینه بفرستید. آره چت، تو چت این برم. آره دارید میاد، اوکیه. ده دقیقه آخر همه سوالاتون رو جواب میدم بچه ها، همه سوالاتون رو جواب میدم. مرسی، بریم حل کنیم. دقت کن، میگه عین ما فیه جمع اون سالم لل مؤنث. تست نکته داره دیگه. چند درصد؟ 36 درصد درست زدید. نگاه کن، میگه توش جمع سالم مؤنث داشته باشیم. جمع سالم مؤنث یعنی چی؟ یعنی مفرد منهای تا تأنیث به علاوه الف و ت. اول میگردم دنبال الف و ت دارا. گزینه یک اسوات، اسوات الف و ت رو بردار، چی میمونه؟ اسب میمونه، این سالم نیست، خداحافظ. دو اوقات، تو جزوه گفتیم اصلا جزوه رو مسلط باشی دو سری میره. سه ابیات، خداحافظ، جواب گزینه چهار. چرا؟ ادارات. و تمام. تمام. من توضیح میدم 20 ثانیه 15 ثانیه طول میکشه، تو اینو 10 ثانیه‌ای میزنی. خیلی بخوای فکر کنی چک بکنی همون 20 ثانیه‌ای میزنی و اوکی هم هستش. صورت سوال میگه عین ما فیه، اونی که توش داره، ما فیه یعنی توش هست، جمع سالم للمؤنث، نه اونی که نداره. حالا صورت سوالو نفهمیدی؟ اگر چک کنی میبینی یک نداره، دو هم نداره، سم یک نداره، دو هم نداره، سم نداره، یعنی از گزینه‌ها میتونی مطمئن بشی که صورت سوال چیه. آقا از خیلی سوال، آقا تو امتحان نمونه دولتی و تیز هوشان صورت سوال عربیه؟ میگم نه، صورت سوال چیه؟ فارسیه. ما داریم یه لول بالاتر کار میکنیم. من اینجا صورت سوالم برای ترجمه میکنم، میتونی بنویسی، حالا جزوه دستت اومد پرینت گرفتی، میتونی بنویسی جلوش. ولی وقتی که عربی رو بلد باشی دیگه اون فارسی دیگه خیلی راحت. 89 بگید بینم. عین ما لیسفیه، لیسفیه یعنی توش نیست. سری میخواییم تون تون تست بزنیم. آفرین. 89 بودو 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 بینم. جمع سالم مؤنث، مرسی، درست میشه، داره درست میشه، 60% درست، 50% بودو. رو 20 ثانیه بیشتر وقت بهتون نمیدم، باید بکنید.
صدا اوکیه؟ بچه هم یه فیدبک بدن؟ آها خب خدا رو شد. جواب ماشالله. باز غلط هم داریم ها، من دروغ نمیگم، اینجا غلط هم داریم بله، ولی بیشتری ها دارن درست میزنن، تقریبا 50% داری درست میزنید. خب میگه ما لیسه. بچه ها کلمه مشکوک، جمع مؤنث سالم الفوته، جمع مؤنث سالم کارو یاد بگیر و تست رو حفظ نکن، الفوته، دنبال الفوته بگرد، الفوته ای که اگر برداشتی مفرد بمونه، صفات الفوته رو بردار تا تنیس بذار صفت خدافظ. دو ریالات الفوته رو بردار، ریالت درسته، ریال مؤنثشه دیگه. کرات الفوته رو بردار تا تنیس بذار کرات و باز جواب چهار، تموم شد رفت. چیه مشکوک؟ اموات. اموات چیه بابا؟ اموات که تابلو جمع کسره. 91 بریم، 91 بودو بینم. صورت سال میگه کل جواب لذی کل کلماتی جمع سالم، همه کلماتش جمع سالمه. بگید، گفتم دیگه معنی صورت سوالم گفتم. سری بودو مرسی. آها وقتی که اینجوری میشه یه خورده استرس میگیرید ها، اونایی که منظورمو گرفتن میدونن. مرسی، بریم حل کنیم. جمع سالم چی بود؟ مفرد به علاوه اونه یا اینه مفرد منهای تا تنیس به علاوه الفوته، اینجوری باشه. خب آخرین اینه رو بردار آخر، درسته، ابیات خدافظ. دو فلاحی اینه رو بردار، فلات، فائزات، فائزت، درسته، اسوات، خدافظ. سه بنات اینه رو بردار، الفوته رو بردار ت بذار بنت، مجانین غلطه، مجنون باید باشه. جواب چهار، تموم شد رفت. نکته سنوات حالت خاص، سنوات حالت خاصه. نکته و تست دیگه باید ازش بکشی بیرون، یادت باشه سنوات چیه؟ جمع سالمه. تست 92 یه تیپ دیگه است بچه ها، همه تست ها رو نمیزنیم، تیپ های مختلفشو گفته برای اون کسایی که صورت سوال میخوان بدونن، گفته به ترتیب جمع سالم مذکر بده، مثنا بده، مکسر بده، جمع سالم مؤنث. یه لحظه وایسید منم بزنم. من زدم، بریم جواب. بودو تست 92 92 این گزینه ها ریست میشه هر روی هر تست. مرسی. آها مرسی. تقریبا نصف دارید درست میزنید. خب بریم حل بکنیم. جمع سالم مذکر، شیاطین مکسره، یک خدافظ، مسلمین معلمین موظفین درسته، مثنا آنه و عینه، لائبان صادقینه. ببین ا رو بر چی گذاشته؟ برای اینکه صادقینه بخونی این رو. فستان بچه آنه داره ولی فستان پیراهن زنانه است، آنه رو برداری فست میمونه، به درد من نمیخوره. خب بین اینا جمع مکسر حدائق اخوات، اخوان، حدائق اخوان جفتشون هستن درسته،
جمع سالم مؤنث ابیات آیات جواب گزینه 4. ابیات جمع سالم نیستش. درسته؟ باز گزینه 4. اوکی؟ یه چیزی الان یکی از بچه‌ها گفته آقا چرا اشتباه میگیم؟ خب اینجا باید اشتباه بگی دیگه. جلسه اول تو باید اشتباه بگی. چرا؟ به خاطر اینکه اولین جلسه است داریم نکته رو تست کار میکنیم. اگر جلسه بعد اومدی تست زدیم، اون موقع اگر همه رو داشتی اشتباه میگفتی، اون موقع باید نگران بشی. باید ببینیم گیر کار کجاست. تازه اولش هیچ نگران نباشید. تست بعدی 93. گفته ما جاء. ما جاء یعنی نیومده باشه. جمع سالم توش جمع سالم نداشته باشه. این تست خوبه، این تست نکته داره. ببینم کی درست میزنه. مرسی. مرسی. بخونید، بخونید یه 20 ثانیه. جزوه توی پنلتون هست. اگرم بخواید بگیرید، باز راهش رو بهتون میگیم، سفارش میدید از چاپ دیجیتال علوی براتون رایگان میفرستم میاد خونتون. ایوال همه دارن درست میزنن. مرسی. مرسی مرسی. نه یه چند نفر غلط. خوب دقت کن. میگه عبارتی که توش جمع سالم نیومده باشه. جمع سالم چی بود اون بالا گفتم؟ اونه اینه آته. اینا رو باید بررسی بکنیم. خب نگاه کن. میگم آقا من کلمات مشکوکم توی یک چیه؟ کلمات ابیات. کلمات الف و ت رو برداری کلمات میمونه. پس توش اومده. یک خداحافظ. دو تعلم تولیام لغات. الف و ت مشکوک بود دیگه. الف و ت رو بردار تا تانیث بذار میشه لغت زبان. اینم اومده. سه نشاید البقیه سنجاب مشغولینه. خب این مشکوکه، درسته؟ بله. منتها حواست باشه اینجا حرکت نذاشته. بچه ها این هم میتونه اینه باشه، هم میتونه عینه باشه. نکتش اینا، این یه اونونی که حرکت نداره هم میتونه اینه باشه، مشغولی نه، چند نفر مشغولن، هم میتونه مشغول عینه باشه، دو نفر دو چیز مشغولن، درسته؟ چون حرکت نذاشته. میگم آقا به جمله نگاه کن، به جمله نگاه کن ببین چی میشه. میگه نشاهدو البقره و سنجاب. بقره گاو، سنجاب هم سنجاب. میگه این دوتا مشغولن به جدل، دارن با هم دیگه کلکل میکنن. پس چون دوتا این مشغول لعینه هستش در حقیقت، پس سه جمع سالم نداشت، جواب گزینه سه. چهار چیه؟ زمیلات. زمیلات الف و تهشو بردار. چی میمونه؟ زمیلت میمونه. تا تنیس بذار زمیلت. زمیل یا زمیلت هم که درسته دیگه. تست 96. اون یکی تستی که هایلایت کرده بودم نیاز به خوندن جزوه داره. خودتون بزنیدش. بعد مؤنث معنویار حفظ بشید. 96 رو بزنید بچه ها. صدا و تصویر اوکیه؟ اوکیه. نوع جمع یختلفو. میگه کدوم توش نوع جمع فرق میکنه. بعد جمع رو پیدا بکنی و بری جلو. بگید ببینم چی میشه. من زدم. بگید سریع. آها. زمیلاه، آره با مصنا میشه، با الف میشه مصنا. چرا بوده زمیلانه و دونش حذف شده. خب بریم حل بکنیم. خوب دقت کن، تست رو نگاه کن، تست رو نگاه کن. بچه تیپ های مختلف رو داریم میریم. میگه آقا نوع جمع فرق میکنه. خب جمع من کدومه؟ مؤمنین جمع دیگه، درسته؟ چی دارم اینجا؟ مؤمنین. این عربرداری مؤمن میمونه، این مذکر سالمه، درسته؟
دیگه چیز دیگه هم نداره. بیایم اینجا دو. علینا ان نرحم المساکین. مساکین اینا رو برداری مساک میمونه پس این مکسر. بیایم اینجا. سه. شاهدت از طلاب جالسینه. طلاب چیه؟ مکسر. جالسین چیه؟ جالس به علاوه این است. سالم. درسته؟ بیایم اینجا. چهار. اتحاد المسلمین. درسته؟ مسلمینه دیگه. خب به نظرتون کدوم فرق میکنه الان اینجا؟ رأی تو حالا المؤمنین، طلاب جالسین، مذکر سالم، سالم، مسلمین، سالم. جواب دو. تمام. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا همش اینا همشون سالم داشتن، این سالم نداشت دیگه. نوعش فرق میکرد، یختلف و نوعه. تمام شد. 97. خیلی درست زده بودید. 97 کلش جمع مکسره. سری 97 سری بگید. جمع مکسر حفظ کردنیه. اینا اگر غلط هم زدید عیب نداره. چرا؟ چون هنوز حفظ نکردید دیگه، شروع نکردید بخوندن. بخونید تابلو، تو هر کدوم یه دونه مفرد داره. مرسی یوسف، آفرین. میگه کلش جمع مکسر باشه. جمع مکسرها رو میتونید از خود کتاب درسیتون آرشیف کنید، توی برگه جمع بکنید، حفظ بکنید. هم میتونید کتاب لغت بخرید، لغت واژه‌نامه، که کتاب عمار، لغت عمار رو توی دوره جامعه هم معرفی کردیم، اینجا هم آخر کلاس معرفی میکنیم. بریم تست رو بزنیم. بچه ها گزینه یک مهن. مهن میدونی؟ نه. فرض میکنیم من تو هم. درسته؟ مهن رو نمیدونم، نگرش دار. محارم، محارم جمع مکسر مشخصه. غصون میشه شاخه ها، اینم جمع مکسره. مهن رو شاید داری گزینه یک رو نگاه کن، نگردار. دو. جهال، معارف، ضیا. بچه ضیا میشه نور. این تابلوه زیان جمع نیست. دو رفت. سه. اقوام، انجام، میزان. میزان مفرده. مدن، فرس، میراث. جواب چی میشه؟ جواب یک میشه. با رد گزینه ضیاع، میزان، میراث. آقا میراث جمع نیست؟ نه، میراث اشاره به جمع داره، مثل ناس میمونه. ناس میشه مردم، یک کلیتی رو داره اشاره میکنه، پس جواب یک میشه. تست 98 هم که عینش رو زدیم. خب بچه ها ما از هر مبحث چند تا تست اینجا میرسیم بزنیم. خب حالا کاری که باید شما بکنید و بهتون میگم، شما باید از کتاب تست و بقیه این جزوه تستایی که اینجا هستش امروز، فردا، پس فردا شروع بکنید به تست زدن. اشکالی اگر دارید بنویسید، حالا یا رفع اشکال بکنیم اون شماره که بهتون داده میشه، یا نه جلسه بعد این سوالا رو بپرسید، بیایید رو خط بپرسید یا تو چت بپرسید که برطرف بشه. خب بریم مبحث بعدی، یادآوری اسامی حرکات و کلمات پرسشی. بچه ها به ا میگیم فتحه یا نصب، به ان میگیم تنوین نصب، اسمی که ا یا ان بگیره اسم منصوب، به او میگیم ضمه یا رفع، به اون میگیم تنوین رفع، به اسمی که او یا اون بگیره اسم مرفوع، به ا میگیم کسره یا جر، به ان میگیم تنوین جر، به اسمی که او ان بگیره میگیم اسم مجرور، به این دایره یا یه هشت کوچیک میگیم ساکن یا جزم، و فعلی که دقت کن اینجا میگفتم اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مجرور، اینجا میگم فعلی که ساکن بگیره، چون فعل مجزوم میشه، فقط بهش میگیم فعل مجزوم. درسته؟ این از این نشانهای مثنا بمونه، بعدن دربارش صحبت میکنیم مفصل. کلمات پرسشی رو مرور بکنیم، اون یادآوری حرکات بودش. بچه حل به معنی آیا، جوابش نعم یا لا باید بیاد. مثالش هم اینجا برات زدم. مرور سریعه دیگه، وقت نمیخوایم تلف کنیم. من به معنی چه کسی یا کیست، یه شخص، یه کسی باید در جواب بیاد. لمن مالکیت رو داره میپرسه، برای کی، برای چه کسی شخص باید بیاد. ما یا مازا، چه چیزی یا چی، شی یا حیوان باید بیاد، غیر انسان باید بیاد. عینه
به معنی کجا مکان باید بیاد، من عین اهل کجا باز یه شهری کشوری روستایی چنین چیزی باید بیاد، کم چند تعداد رو داره میپرسه، عدد اصلی باید بیاد 1 2 3 4، لمازا یا همون لمه برای چه، چرا، دلیل رو میپرسه، لئن نباید بیاد برای اینکه، یا ل به علاوه اسم مثلا لنجاح برای موفقیت، للعبور برای عبور کردن، متا به معنی کی چه زمان، یه زمانی باید بیاد، صبح روز شب ساعت فلان ساعت 5 ساعت 6، کیفه به علاوه اسم به معنی چگونه است، در جوابش اسم یا جار و مجرور رو بعدم میخونید، اینو آوردم که جزوتون کامل بشه، یه اسم یاد، مثلا کیفه ابوکم بگیم هو به خیرن یا حسنون، کیفه به علاوه فعل باز معنی چگونه میده، منتها در جوابش قید حالت میاد، مثلا کیفه ذهبت، میگه ذهبت و ظاهکن، چطور رفتی، چگونه رفتی، یا خندان رفتم، داشتم میخندیدم، کیفیت فعل رو میپرسه. 11 ایو خیلی میبینیدش به معنی کدامه، هر چیزی در جوابش میاد، بیشتر تو صورت سوال میبینیم، بمازا یا همون بمن میشه با چی، به چه وسیله، یه شی یا یه وسیله، مثلا با چی رفتی مسافرت، با اتوبوس، با هواپیما و الی آخر. تست 223 برو بریم درباره گفتگو، مکالمه یا حوار. سلام به همه اونایی که تازه اومدن، خوش اومدید. تست 223 برو بریم، فکر کن روش در 20 ثانیه کدوم درسته، آسونا دقت کن، صورت سوال فهمیدی، میگه کدوم درسته در جواب دادن، فعل اجابات در جواب ها، کدوم درسته در جواب دادن. مرسی. همه 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 کسی نگاه نکنه، همه جواب بدید. چت خصوصیه، چت یه طرف است، فقط من میبینم، جواب رو همه رو بفرستید. ماشاءالله ماشاءالله آفرین، بریم حل بکنیم. خب میگه کدوم درسته، یک میگه لمن رجعت من السفر، چرا برگشتی از سفر، لمن میشه چرا دیگه، جواب داده به طائرت، خب غلطه، این میگه با هواپیما، چرا برگشتی با هواپیما، یک رفت، کم کتابن، چند تا کتاب خوندی تا الان، میگه که پنجم، خامس میشه چی؟ عدد ترتیبیه، میگه پنجم، اینم غلطه. سه، الی عینه تورید و ذهاب، کجا میخوای بری، تورید و ذهاب رفتن رو میخوای، قریتی، روستایم، به دهکدامون میخوایم بریم، درسته، به کجا؟ کیفه رجعت الی البیت، چطور برگشتی به خونه، کیفه بر کیفیت فعل، چطور برگشتی، میگه دوبار، چطور برگشتی، دوبار، غلطه دیگه. 224 یه جمله داده، گفته غیر المناسب لسوال انهازه جمله، میگه این جمله‌ای که من دارم کدوم سوالو ازش بپرسم جوابش توش نیست، بهش نمیخوره، غیر مناسبه. 224 رو بزنید سری سری سری. آفرین، مرسی، آفرین، درست فکر میکنیم، بله یوسف، آفرین، خانم اکبری، عبدالله، خانم سروی، مرسی، زهره خانم، متین، دمت گرم، عالی، مبین، آفرین، شاکرین، ما آدمی یه زیاد شد دیگه، تون تون میره بالا، خانم باقری، متین، دمتون گرم. خب نگاه کن،
میگه آقا فی فصل ربیع در فصل بهار، کی در فصل بهار؟ نشاهد و فی ایران، کجا؟ در ایران. صورن جمیلتن، عکس های زیبایی یا تصاویر زیبایی. فرحین، با خوشحالی. فرح میشه خوشحال. نگاه کن، میگه عینا نشاهد و صورن جمیله، کجا؟ تو ایران. این درسته، جوابش اینجاست، فی ایران. یک، خداحافظ. دو، چند بار اینجا تعداد گفته بود؟ چند بار؟ یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار داشتیم؟ نه. پس جواب دوه و تمام. همه تون هم درست گفته بودید. سه، کیفن و شاهد و صحبت، چطور؟ فرهینه، با خوشحالی. متا، کی؟ فی فصل ربی، جوابش هست. تست 225، این هم یه تیپ دیگه است. میگه کدوم جواب مناسبه برای این سوال؟ لمازا تزرب و ابنکه، ترجمه کن ببین کدوم یکی از اینا بهش میخوره. برو بریم سوال. یکی از بچه ها، هر روز نباید بخونید عربی را؟ هفته ای دو بار، هفته ای دو تا یه ساعت و نیم، خیلی زیاد سه تا یک ساعت و نیم، همین. مرسی گزینا. خانم شادمان، یوسف، سید رضا، مرسی. همه همه دیگه زیاد شد دیگه، تونتون میاد دیگه، من نمیتونم بخونم. مرسی، دمتون گرم، دمتون گرم. صدا خرابه؟ خانم محبت میگه صدا خرابه. اوکیه؟ صدا اوکیه؟ صدا اوکیه؟ بریم. خوب دقت کن، من سعی کردم اینجا تیپ های مختلف رو برات بیارم. نگاه کن بچه، لمازا تزرب و ابنکه میشه چی؟ لمازا چرا؟ گفتیم داشتیم، تزرب و میزنی، کتک میزنی. ببین، یزرب و یزربانه، یزربون و تزرب و تزربانه، یزرب نه، دوباره تزرب میشه. چرا تو میزنی؟ ابنکه، پسرت رو چرا میزنی؟ خب بیا، لعنهو غزبانون، چون او عصبانیست. من دارم اونو کتک میزنم چون اون عصبانیه؟ نه. لعنکه غزبانون، برای اینکه تو عصبانی. نمیخوره. لعنها غزبانون، به خاطر اینکه اون عصبانیه. منتها هایی که چی؟ هایی که به مؤنث ربط داره. اینجا ابنکه، پسرت را. لعنی غزبانون، به خاطر اینکه عصبانیم. کار اشتباهی ها، منتها حالا اوورده دیگه. پس به صورت و جواب باید دقت کنیم، به هم دیگه بخورن. تست 227 میگه کدوم لا یناسب هذه الجمله، جاء حسین الی البیت مسرورا لانه نجح فی الامتحان. جمله رو بخون، میگه کدوم سوال مناسب نیست. برو بریم. مرسی. آها، آفرین آفرین. 226 رو حل بکنیم، 226 رو حل کنیم، این رو حل کنیم اول. 27 رو خوب دقت کنید، تست خوبیه 227. دقت دقت دقت. آفرین آفرین. عربی توی آزمون نمونه دولتی هستش. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، تا دارید گزینه‌ها رو میگید، یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، قراره درس‌های عمومی از کنکور حذف بشن. این قانونی که جدیداً تصویب شده، قرار از سال بعد اجرا بشه، احتمال زیاد هم اجرا میشه. بعد سال دهم و یازدهم و دوازدهم امتحانات عمومی نهایی بشه، یعنی هم دهم نهایی بشه عربیش، هم یازدهم، هم دوازدهم. یعنی این کاری که تو الان داری انجام میدی، حالا هم به درد سمپادت ممکنه بخوره، هم به درد نمونه دولتیت میخوره، هم به درد سال دهمت که امتحانش نهایی میشه، 60% کنکورته. یازدهم و دوازدهم که قرار امتحاناتشون نهایی بشه، پس حواست باشه داری کار درست انجام میدی. بریم، خوب دقت کن. میگه جاء حسینون الی البیت مسرورن، حسین به خانه آمد مسرورن، خوشحال اومد، میخندید اومد. چرا؟ ببین به کجا آمد؟ به خونه.
با چه حالتی مسرور؟ چرا؟ لأنه نجح فی الامتحان. اینو داشته باش تو آب نمک. بریم یک. میگه لماذا جاء حسین الال بیت؟ چرا حسین به خونه اومد؟ اینجا دلیل به خونه اومدن رو نگفته. خوب دقت کن. ببین یه لعنهو آورده که یه دلیل داره میگه. منتها دلیل نجح فی الامتحان خوشحالی، دلیل خوشحال بودنشه. درسته؟ موفقیتش توی امتحان رو داره توضیح میده. پس دلیل این که چرا اومده خونه رو نمیگه. پس یک مناسب نیست. دو، کیف جا چطور اومد؟ خوشحال اومد. الی عینه به کجا اومد؟ به خونه اومد. لماذا جاء، نگاه کن، لماذا جاء حسین الی البیت مسرورن، چرا حسین اومد خونه خوشحال اومد؟ چون که تو امتحان موفق شده بود، نه اومده. تست تست خوبی بود. 26 رو گفته بودن بچه ها. خودم سریع میگم وقتمون کمه. اگر از سوال المناسب للعبارت تالیه، میگه الانبیا بعثوا مبشرین، میگه انبیا مبعوث شدن بشارت دهنده، انبیا بعثوا مبشرین بشارت دهنده مبعوث شدن، درسته؟ خب بریم. یک، چرا مبعوث شدن؟ چرا غلطه. چطور مبعوث شدن؟ مبشرین بشارت دهنده، جواب دو تمام. چرا مبشرین، چرا بشارت دهنده مبعوث شدن؟ نگفته، چراشو نگفته. کی مبشرین، متا میشه کی دیگه، اینم نگفته. جواب دو. چاکریم. بریم تست بعدی. یه دونه هم اینجا بزنیم. سریع اینو بزنید بریم مبحث بعدی. میخوایم به جوابا به تر درسمون برسیم. کتاب معرفی میکنم بهتون. فی ای عبارت لا یمکنو استعمال من، تیپ مو دیگه است. میگه توی کدوم عبارت لا یمکنو، بچه یمکنو یعنی امکان داره، لا یمکنو امکان نداره، استعمال یعنی به کار بردن، یاد بگیرا، به کار بردن من در سوال میشه چی؟ یعنی چه کسی. میگه کجا چه کسی رو نمیتونیم استفاده بکنیم، جا خالی هم گذاشته. برو بریم، منم نگاه کنم، الان میام روی چت. تمام شد رفت، من زدم. بدو 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 بدو، آفرین. اوه اوه، چت رو نگاه کن. الان راه افتادید، الان راه افتادید. یکی دو نفر بی‌دقتی. 60% معدل فعلا قطعیه، اگه بتونن اجراش بکنن. حالا ادعاشو کردن، اگه بتونن اجرا بکنن. مرسی مرسی. 90%تون درست دارید میگید. بریم آقا چجوری این تست رو بزنیم؟ منو بذار. خب من خالق السماوات و الارض، کیه خالق آسمان ها و زمین؟ میخوره بهش. دو، من هی اللغت الرسمیه فی، چه کسی زبان رسمی فی در ایران؟ زبان رسمی در ایران کیست؟ تموم شد رفت. دو، خیلیتون هم درست گفته بودی و دمتون گرم. من هی معلمت، کیه معلم اون کلاس؟ میخوره. لمن تلک الحقیبت، برای کیه؟ لمن گفتم، مال کیه؟ اینم میخوره. تمام شد رفت. حله؟ 40 دقیقه است، 10 دقیقه وقت داریم، درسته؟ چون جلسه اوله، من یه سری نکته بهتون بگم بچه ها. ما تا این جزوهی که داریم، تا اسمای اشاره رفتیم، تا سر اسمای اشاره رفتیم. خب نیم ساعت 20 دقیقه اولش صحبت کردیم. الان هم یه چند تا سوال داشتیم. تو گزینه 4 جمله تعجبیه، نه جمله تعجبی نیست، سوالیه. برای کیه این؟ جلسه بعد بچه ها من یه نکته بهتون بگم. جلسه بعد ما تکنیکای ترجمه رو هم وارد بازی میکنیم، یعنی سوال ترجمه با هم حل میکنیم، تکنیکاشو بهتون میگم. خب چند تا نکته رو من بگم بعد سوالاتونو بپرسید. چاکریم. یه لحظه حواسا به من باشه بچه ها. ما چیزایی که لازم داریم ایناست. بیایم صفحه 1، میخوام اون صفحه جزوتون باش. اینجا چیا لازم داریم؟
ابزار لازم. ابزار لازم همش خریدنی نیست و مهمترینش اینه. دو جلسه در هفته عربی خواندن. خیلی وقتی که میگیم ابزار لازم میرن سراغ کتاب و اینا، نه، اول اینه که تو وقت تو تنظیم بکنی که دو جلسه، دو تا یه ساعت و نیم باید عربی بخونی. این مهمترین ابزار توه. دو، شرکت در کلاس. آقا داری تبلیغ کلاس خودتو میکنی؟ نه، اینجا آمدی دمت کرد، کلاس معلم خودتم رفتی دمت کرد. ما اینجا فروشنده نیستیم بچه ها، ما فروشنده نیستیم، من معلمم، من کارم رو ارائه میدم، خودت اگر خواستی میای، نخواستی هم نمیای، هیچ اجباری نیستش، جو و دندن به کسی نمیدیم. خوب دقت کن، توی کلاس باید شرکت کنی، فعال باشی. توی کلاس مدرسه‌ت، هر کلاسی شرکت کردی باید فعال باشی، باید بری سر کلاس بشینی. اومدی اینجا باید آنلاین بیای، یعنی یه جوری باشه که 4:30 دوشنبه ها آب دستته بذاری زمین بیای. این از این، تو کلاس باید بیای. ببین اینا اصلا ابزاری نیستا. خب حالا من اومدم توی کلاس، میخوام چیکار باید بکنم؟ جزوه، جزوه TNT رو باید داشته باشی. چه جوری پرینت شده؟ PDF به درد من نمیخوره. سر این کلاس اومدی باید جزوه داشته باشی، یا خودت برو پرینت بگیر سیاسفید ارزون، یا سفارش بده از دیجیتال علوی برات میفرستن رنگی و ارزون برات میفرستن. درسته، رایگان هم هستش، قیمتش فوق العاده پایینه نسبت به جای دیگه، خیلی ارزون. به علاوه چی؟ دیگه چی؟ کتاب تست. بچه ها این جزوه و کتاب تست مثل اون لباس ورزشی و توپه. کسی که میخواد فوتبالیست بشه باید توپ و لباس ورزشی داشته باشه، نمیتونه بدون اینا نمیتونه فوتبال بازی کنی، حالا هر کیفیتی ها. مثل ساز برای موسیقیه، باید داشته باشی. تو الان اینجا توی جزوه‌ای که ما بهت میدیم کاملش هلوش فکر کنم 200 تا تست هستش، 200-300 تا تست داره، منتها باز کمه. تو باید کتاب تست بگیری. کتاب تستمون اینه، کتاب تست پیشنهادیمون اینه، کتاب عربی نهم، پرسش‌های 4 گزینه‌ای خیلی سبز. نگاه کن، این آفلاینش هم میمونه، میتونی اسکرین بگیری. درسته؟ پس جزوه TNT که ما بهت میدیم، کتابم کتاب تست چی شد؟ پرسش‌های 4 گزینه‌ای چی؟ عربی نهم. از کجا؟ انتشارات خیلی سبز. این کتاب رو تهیه میکنید حتما. این هم از این. یه ابزارم اختیاری دارید بچه، این اختیاریه، کتاب لغت. این اختیاریه، چرا؟ چون توی کتاب درسیتون هم هست، ولی حرفه‌ایش اینه که توی کتاب لغت داشته باشی، حالا برای هر زبانی، زبان انگلیسی هم کتاب لغت میخواد، اینجا هم همینه. این اختیاریه، درست؟ این هم اختیاریه. حالا کتاب لغت چیه؟ واژگان عربی نهم عمار. یه کتاب جیبی ارزون هم هستش، اختیاریه. یکی از بچه ها پرسیده اجباریه؟ بچه ها اجباریه ما اینه، اجباری ها ایناست، اینایی که هایلایت میکنم اجباریه. اجباری ترین اینه، اجباری ترین دو بار در هفته درس خوندنه، شرکت تو کلاس، TNT، کتاب تست، اینا اجباری هن. اون لغت اجباری نیست، اختیاریه. حالا سوالاتون رو بپرسید. یکی از بچه ها میگه من تا الان هرچی که حل کردیم 90 دستشو خوب زدم. اوکیه، آره، منتها مغرور نشو، با همین فرمون بریم بهتر کنیم. توی گروه واتساپی که براتون فرستادیم، تا هفته بعد وقت دارید اگر میخواید بفرستید. بچه ها بانک تستی که ما باهاش کار میکنیم اینه. یه چیزی بهتون بگم، باز ما اینجا کتاب فروش هم نیستیم، من قرارداد ندارم با این را. من با اینا هیچ قراردادی ندارم، و رفتم چند تا کتابو دیدم، دیدم آقا این کامل تره، اوکی، پاسخ مفصلی داره، این اوکیه.
یکی از بچه ها گفته آقا مبتکران چی؟ هر بانک تستی که گیر آوردی اونم اوکی، هیچ فرق نمیکنه. مهم اینه که توی بانک تست داشته باشی، مداد برداری حل بکنی. این اتفاق افتاد پیشرفت میکنی، نیفتاد گفتم با نگاه کردن اتفاقی نمیفته. چند نفر سوال پرسیدن. کسایی که گروه واتساپ ندارن، اون کسایی که ثبت نام کردن، از جلسه بعد که ثبت نام کردید حتما عضو گروه واتساپی خواهید شد. علامت تعجبی که گذاشته شده بچه‌ها، بعضی وقتا تو تستا به جای علامت سوال علامت تعجب میذارن که اونم درسته، نگران نباشید. درس عربی تو تیسوشان نیست، برای نمونه دولتیه. کتاب خیلی سبز رو از کتاب فروشی ها، بانک کتاب ها تو اینترنت سرچ بکنید، خود انتشارات خیلی سبز همش هستش. جزوه TNT کامل جلسه بعد برای بچه هایی که ثبت نام بکنم قرار میگیره. این جزوه هم که 25 صفحه است، اینم خودش خیلی خفنه، اینم داشته باشید. آخرین چاپش یوسف، آخرین چاپش تیزوشان چه درسایی از مشاورتون بپرسید. یکی از بچه ها گفته خیلی سریع درس میدید. بچه ما اینجا درس نمیدیم، ما داریم مرور میکنیم. وقت نداریم یه بار کل اینا رو درس بدیم، ما مرور میکنیم که یادتون بیاد بریم تست بزنیم. اگر این اتفاق بیفته با ما همراه میشی. اگر میبینی یاد نگرفتی برو تشریحی کار بکن، برو جزوه تشریحی رو بخون، مسلط شدی بیا آفلاین ها رو ببین. اوکی؟ این اتفاق نیفتاد، ما داریم مرور میکنیم. یعنی میگم آقا تو یه بار خوندی و یه بار خوندی دیگه، حالا چه سر کلاس من باشی، دوره جامعه بوده باشی، چه نه مدرسه خودتون، یه بار اینا رو خوندی، حالا من دارم مرور میکنم برات. و نکته بعدی، امکان چی دارید شما بچه ها؟ امکان رفع اشکال دارید. هر جوشو نفهمید بچه ها، من وایس 15 دقیقه رفع اشکال کردم، برید بپرسید از رفیقاتون، وایس 15 دقیقه‌ای دارم توضیح دادم مسئله‌و. توی هم اون یک ساعت و نیمی که عربی می‌خواید بخونید حداقل 50 تا تست باید بزنید. جزوه TNT رو بهتون ارائه میدیم، یعنی میگیم که کجا، اون کسایی که ثبت نام کردن میگیم، و توی اینستای خودم هم اعلام می‌کنیم، توی کلاسینو پایه هم اونجا هم اعلام می‌کنیم که جزوه TNT رو از کجا بگیرید. نمونه دولتی ثبت نامش فکر کنم جداست، درسته؟ بله، نمونه دولتی ثبت نام جداست. جلسه بعد رایگانه؟ جلسه یک؟ نه دیگه، جلسه یک رایگان نیست. این جلسه رایگان بود، جلسه بعد دیگه باید ثبت نام بکنید از دوشنبه هفته بعد. اون کسایی که میخوان در جریان باشن، دو تا اینستا رو حتما فالو بکنید. یکیش کلاسینو پایه، اینجوریه دیگه درسته؟ کلاسینو پایه که اطلاع رسانی های ما اونجاست، یکی هم اینستای خودم wahab.askari_arabi، عکس خودم هستش دیگه، میتونید فالو بکنید اونجا. حالا سوالی دارید دایرکت بدید، یا نه به کلاسینو پایه دایرکت بدید. سوال دارید نمونه دولتی چیه، تیزوشان چیه، جزوه کجاست، اینا رو هم بپرسید. این جزوه ها توش پر تسته، با جزوه جامعه فرق میکنه، جزوه جامعه تشریحی بود. اونایی که ثبت نام نکردن سایت کلاسینو یا نبیای دایرکت من یا کلاسینو پایه، اونجا آدرس و لینکش رو براتون میفرستیم. اینم از این، تمام وقتمون یه دقیقه. کتاب عمار تشریحی کتاب و کار تست هم داره، ولی فقط تست نیست، اونم خوبه برای تست جامعه. تستای جزوه اینایی که لابلای درسه نه، کلید نداره، باید با هم دیگه حل بکنیم. یه سری تست آخر جزوه میذارم، یه 150 تا 200 تا اونو کلید هم داره، یعنی خودتون تو خونه هم میتونید بزنید. دیگه چی میخواید؟ دیگه همه چی گفتیم، تمامه؟ دیگه از اتاق فرمان میگن دیگه. آقا خیلی مخلصیم، امیدوارم با همین انرژی که هستید، دمتون گرم، ارادت داریم ما هم خدمت همتون، مرسی از لطفتون. با همین انرژی دوشنبه هفته بعد میخوایم درس رو ادامه بدیم، تا اسمای اشاره اومدیم درس رو ادامه بدیم. پیش مطالعه یادتون نره، این جزوه روی پنلتون هم هستش، دو تا یه ساعت و نیم حتما بخونید مطالعه بکنید با آمادگی. جلسه بعد دیگه میخوایم بهتری کنیم ایشالله، توضیح نداریم دیگه، جلسه بعد اومدیم تونتون تست میزنیم میریم جلو. مخلصیم، چاکریم، امیدوارم موفق باشید. یا علی، خداحافظ.